هیئت معاونت سازمان ملل متحد گزارش جدیدی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت سلطه طالبان طی ماه‌های آوریل و ژوئن منتشر کرده است. در گزارش یونوما آمده است که از اول آوریل تا سیوم ژوئن 5 مورد قتل نظامیان حکومت پیشین ثبت شده است. یونوما اضافه کرده که در این مدت 60 مورد بازداشت خودسرانه و 10 مورد شکنجه، بدرفتاری و تهدیدهای کلامی ثبت شده است. به گزارش یونوما در این مدت 8 حمله مسلحانه رخ داده و درگیری‌های جداگانه نیز منجر به کشته شدن 25 غیر نظامی و زخمی شدن 27 نفر شده است. یونوما به حمله‌هایی در غرب کابل، حمله و تیراندازی در مسجد امام زمان در هرات و حمله مسلحانه در بامیان نیز اشاره کرده که همه قربانیان آن غیر نظامیان به ویژه شیعیان هزاره بودند. در این گزارش به حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها، درگیری‌های مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی و تنش طالبان با مردم در بدخشان نیز پرداخته شده است. این آمار از سوی یوناما در حالی منتشر شده که بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان حکومت پیشین در حدود 3 سال گذشته روندی افزایشی داشته است. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون آقای حفیظ. با توجه به اینکه خود شما هم نظامی پیشین در حکومت قبلی افغانستان هستید، بفرمایید دلیل این گونه برخوردهای طالبان با نظامیان و کارمندان دولت پیشین چیه و آیا این رفتارها همچنان ادامه خواهد داشت؟ الان صدای بنده رو دارید جناب آقای حفیظ؟ حالا یک ذره خوبتر. بله، یک مرتبه دیگه سوالمو عرض میکنم خدمتتون. با توجه به اینکه خود شما هم نظامی پیشین در حکومت قبلی افغانستان هستید، بفرمایید دلیل این گونه برخوردهای طالبان با نظامیان و کارمندان دولت پیشین چیه و آیا این رفتارها همچنان ادامه خواهد داشت؟ با عرض سلام خدمت شما و تمام شنونده ها و بیننده های عزیز، ما فکر میکنم که طالبا جدیداً این کار را شدت بخشیده، به خاطر از اینکه پالیسی طالبا در دفعه قبلی هم همین رقم بود که در سال اول کسی را زیاد کار نداشتن، فقط همون ادارات دولتی را تصاحب می شدن و ادارات را تصفیه می کردن. سال دوم کم کم شروع کردن، کسایی که در خارج از دولت هم بودن از دولت سابقانی کار را میکردن، در سال سوم شدت بخشید. حالا هم عین نمو پالیسی را ادامه داده و پالیسی دور قبلی طالبا هست که کسایی که به نحوی از انها در نظام پیشین کار کرده باشه، اینا را زندانی میسازه، اینا را شکنجه میکنه، پولهایشان میگیره. نه تنها که کسایی را که کار کرده با بهانه از اینکه تو کار کردی، حتی به آیشه سایی با پالیسی دور قبلی رو شروع کرده. دور قبلی تو بود که هر کسی که لباسی جدید می پوشید، هر کسی که از لحاظ اقتصادی خوب بود او را از روی سرک می گرفتن، می بردن در حوزات پلیس، شکنجه می دادن، دو پولشان می گرفتن. اگر اونا وادار می شد که پول پرداخت بکنه، از حوزه امنیتی اعلام می کردن، اگر نه در زندان ها می انداختن. آل هم عین نمو پالیسی را شروع کرده، کسی چی در نظام پیشین بوده چی نبوده، اما بدون گروه و قوم خود دیگرها را ایسایسته همین ظلم شروع کرده و ادامه داره. این به معنای تصفیه قومی، تصفیه نژادی، تصفیه مذهبی است. دیگه هیچ چیزی نداره به جز اینی که مردم را اذیت میکنه، شکنجه میکنه، پولشان میگیره و اگر پول ندادن اینا را به زندان ها معرفی میکنه و در یک محکمه نظامی از اینا سایر محاکم کنه، 3 دوره است، در یک محکمه نظامی اینا را به نام مخالفین محکمه میکنه و وارد رای زندان میکنه، بعدشان
بچه‌شان اعدام میکنه و بچه‌شان هم 5 سال تا 10 سال تا 15 سال برایشان قید میبره. ممنونم از شما عنایت‌الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا.